سلام، خوش اومدید. من استان آبرتوسی هستم. رئیس پلیس تهران میگه مردم از سگ میترسن، پس بعد از هماهنگی با دادستان قرار شده از این به بعد حتی بیشتر از گذشته با کسایی که با سگ به محیط‌های عمومی میان مثل پارک و خیابون برخورد بشه. این استدلال به راحتی برای شما قابل درکه، یا فکر میکنید که دلیل اصلی حکومت برای این ممنوعیت در جای دیگه ای نهفته است؟ اگه تجربه برخورد قانونی در این زمینه رو دارید، یا اگه شده که خودتون با دیدن سگ در کوچه و خیابون ترسیده باشید و فکر کنید که واقعا نیاز هست به قانون‌گذاری بهتر در این زمینه، امروز در هشتگ شما با ما در تماس باشید. از این راهی که دارید می‌بینید ایمیل بزنید، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توییتر هم هست، اون شماره تلفن گوشه تصویر هم از همین حالا اگه باش تماس بگیرید تو صف خواهید بود، ولی به هر حال تا جایی که فرصت باشه حتما به شما وقت داده خواهد شد. بریم با هم دیگه جزئیات بیشتر رو با هم دیگه در این ویدیو ببینیم، ضمن اینکه بعضی از تصاویر این ویدیو ممکنه از نظر بعضی از بیننده ها آزاردهنده باشه. برخی افراد با آوردن سگ به معابر عمومی باعث ایجاد ترس و دلهره برای شهروندان شدند. پلیس با اخذ مجوز از دادستان تهران با افرادی که در اماکن عمومی مانند پارک ها سگگردانی می کنند برخورد خواهد کرد. حمل سگ در داخل خودروها ممنوع است و در صورت مشاهده برخورد جدی پلیس با حاملان سگ در خودروها انجام خواهد شد. سفید بود، الان سگ رو کلن قرمز کردیم. یا بکشی این بر یا این سوالیه که شما احتمالا اگر بخواید میتونید بهش پاسخ بدید. باید چه کرد واقعا؟ باید سگ‌ها رو از جغرافی ایران حذف کرد، یا اینکه راه حلی هست از لحاظ قانونی شاید بشه کاری کرد که هم سگا به حقوقشون برسن، آزار نبینن و در این حال کسانی که با سگ مشکل دارن میترسن اونا هم اذیت نشن و بتونن در صلح و صفا با هم دیگه برحال زندگی کنن دیگه. ببینیم که دو بیننده اولمون کیا هستن. رو خطوط تلفن اسمشون هنوز نیومده، بارک از تهران و بعدم با رضا از کرج صحبت می‌کنیم. بارک، وقتی که این صحبت جدید از رئیس پلیس تهران شنیدی فکرت چی بود؟ فکر کردی واقعا این استدلال قابل قبولی که بگیم چون بعضی از سگ میترسن بنابراین به کل اصلا سگ رو از محیط خونه نباید خارج کرد؟ حتی داشتنش رو هم به نظر میرسه که در محیط خونه رئیس پلیس تهران داره میگه غیر قانونیه در مجموع. سلام، اصلا قابل قبول نیست. یعنی چی وقت مردم از سگ میترسن؟ خب از سوسک هم مردم میترسن، یعنی اجازه ندیم ممنوع کنن ورودشو به خیابون. نمیشه که هر حیوانی رو به بهانه اینکه یک کسی ممکنه ازش، یک کسانی ممکنه ازش بترسن ممنوع کنیم وجودش رو اصلا. بله، خب اون ترس رو هم حق میدید به کسی که واقعا ممکنه که علاوه روانی یک فوبیایی به قول روانشناسا داشته باشه، ترس بی منطقی در واقع داشته باشه که باشم کاری نمیتونه بکنه. حق میدید که اونها هم باید براشون یک فضای امنی به حال فراهم باشه. در اون صورت باید چیکار کرد؟ یعنی قانون گذاری بهترین مشکل رو حل میکنه، یا اینطور که رئیس پلیس میگه اصلا باید این سگا رو از محیط عمومی حذف کرد؟ نمیشه حیوانات به خاطر اینکه بعضی آدم‌ها ازشون فوبی دارن از زندگی آدم‌ها حذف بکنیم. قانون میتونه داشته باشه اینکه هر کسی مراقب رفتار سگش باشه. واقعا من تا حالا ندیدم که صاحب یه سگی مراقب رفتار سگش نباشه.
میتونن قانونش کنن که آدما بیشتر مراقبت کنن. البته این که صاحب همه سگا بگیم مراقب سگشون هستن شاید اینم حرف دقیقی نباشه. همین نمونهش در لواسان چند وقت پیش بودش که حتما در اخبارم شنیدید که به یک دختر بچه حمله کرده بودن و حال اونم نشون میده که مسئولیت پذیر نبوده صاحب اون سگ. یعنی این اتفاقا همه جای دنیا میفته و واقعیت هم داره، ولی به هر حال پس فکر میکنید با قانونگذاری بهتر میشه اصلاحش کرد؟ تجربه شخصیتون حالا بشنویم، اگر که تو خیابون تا حالا برخوردی با شما و سگتون شده چی بوده دقیقا ماجرا؟ من خودم موقعی که یه مدت کوتاهی تونستم سگ نگه دارم به خاطر اینکه مشکلاتم بیشتر با مردم بود، اینکه خونه هیچ کس نمیشد بردش، هیچ جایی نمیشد ببری با خود، مسافرت این بودی نه هتل میشه برد، هیچ جا نمیشه برد اصلا سگو، همیشه باید تو خونه تنها باشه، واقعا به نظر من ظلمه در حق اون حیوان. حالا الان که دیگه اجازه نمیدن حتی تو خیابونم ببری واقعا نمیشه نگهش داشتشون، در حق اون حیوان خیلی جفا میشه که بخواد همیشه توی خونه تنها بمونه یا اصلا نتونه راه بره، چون خیلی از انواع سگ هستن که حتما باید راه برن، زیادم باید راه برن، تقریبا همه سگا به قول شما باید راه برن. اما اگه گفتید الان سگ دارید هنوز شما؟ الان دیگه ندارم، نه، چون نمیشه توی خونه های دیگران، خیلی سخته بردنش و اینو خونه. همین نکته که گفتید مثلا وقتی مهمونی میرید تقریبا هیچ وقت نمیتونید خونه کسی ببریدش، البته ممکنه آدما سگ رو هم دوست داشته باشن به هزار دلیل دیگه نخوان سگ خونهشون بیاد، اونم قابل درکه، ولی به هر حال بخشی از فرهنگ رفتار با سگ و اصولا فرهنگ مواجهه با سگ رو نشون میده. فکر میکنید چرا در ایران به نظر میاد که خیلی از افراد اصولا خیلی مایل نیستن نزدیک به سگ بشن؟ اگر خودشون طبیعتا سگ نداشته باشن خیلی سگ دوستم شاید نباشن. ببین تو روستاها اصلا این مشکل رو نداریم به خاطر اینکه اونا داشتن از اول، وقتی توی شهر الان هم که دیگه ممنوع مدت هاست که اجازهشون نمیدن، خب آدما دور میشن ازش دیگه، باهاش ارتباط نمیتونن برقرار کنن. اگر ادامه پیدا میکنه، الان یه مدت بود مردم بهتر شده بودن، من میدیدم که خونه بعضی از دوستان میشد دیگه سگ ببری قبلا اگه نمیذاشتنم. در واقع فرهنگ داره به تدریج به نظر شما پس تغییر میکنه. رضا از کرج رو داریم. رضا قبل از اینکه نظر شما رو مفصل بشنویم، تجربه اگر دارید بشنویم، من براتون یک نظری در فیسبوک دریافت کردیم از عباس، براتون میخونم بعد در موردش پاسخ شما رو هم بشنویم. گفته بعضی از آدم ها فرهنگ نگهداری ندارن، سگ جرمن شپرد میارن تو خیابون، بعد میخواد شوخی بکنه، سگشو کیش میده به طرف دوستاش، سگ برای بازی کردن نیست، باید جای مناسب رو براش انتخاب کرد، سگ‌ها همچنین به مراقبت بهداشتی نیاز دارن. اشاره داره به هر حال به فرهنگ نگهداری از سگ که به نظر میاد در شرایطی که به هر حال قوانین هم اصلا حمایت نمیکنه از نگهداری از سگ، این فرهنگ نمیتونه به وجود بیاد. شما فکر میکنید که واقعا چقدر مردم این فرهنگ رو، کسانی که سگ دارن، آموختن و اگر نیاموختن بعد چیکار کرد، چه جوری میشه بهشون آموزش داد؟ سلام عرض ادب، من ممنونم از این برنامه خوبتون. من حالا دوستمون بهارک هم این صحبت ها رو کرد، خب منم یه سری حرفاشون رو قبول دارم ولی یه سری حرفاشون رو اصلا قبول ندارم. به قول شما خب خیلی هستن میترسن، قرار نیست چون ما حیوان دوست داریم همه دوست داشته باشن، حالا هر کی به علاقه به یه حیوانی داره. ما فرهنگ نگهداری حیوانو در ایران نداریم، یعنی بیشتر من به نظرم بیشتر داریم شو اجرا میکنیم با این حیوانا. خب حالا ما توی مملکتی زندگی میکنیم، حالا تحت هر شرایطی که این خط قرمز یه سری دلواپس هاست و اذیت میکنن این حیوانا. الان به اندازه کافی این حیوانا دارن کشتار میشن تو تمام ایران، این هم دیگه دستاویزی هستش که این اتفاقی که چند روز پیش تو لواسان افتاد دستاویزی شده برای این قانونا همیشه تو ایران اجرا میشده. من تجربه شخصی دارم با این قانون که من سگ منو میخواستن تو پارک بگیرن، گفت سگ تو میبریم یا ماشین تو بخوابونی، من کلید ماشینو بهش دادم، گفتن کلید ماشین من شما بخوابونینش، من سگمو نمیدم به شما. ولی خب راه حلش این نیستش، میدونید الان من فکر میکنم پارکا که اینا ممنوعش کردن به خیلی جایی خطرناکتر از آدمایی که الان اونجا هستن، معتادایی که اونجا هستن، اینا خیلی خطرناکتر از این یه سگ بی‌آزاریه که حالا شباب من خودم ساعت 11 شب سگمو میبرم بیرون، سعی میکنم مردم نباشن، حالا شاید میترسه، شاید حتی به هر دلیلی. خب اشاره کردید به اینکه بر بعضی از دلواپسا به قول شما اصلا مسئله سگ خط قرمز شده، در واقع پس به نظر میاد که اون دلیل اصلی که الان دارن مطرح میکنن این نیست، این که میگن مردم میترسن. آیا میشه گفت واقعا ترس مردم دلیل بوده یا فکر میکنید اون خط قرمز رو باید جای دیگری جستجو کرد؟ نه، این که مردم میترسن خب هستش، خیلی قلیله، میدونید خب ترسه، شما نگاه کنید شاید یه دونه آدمو میبینید از یه جوجه میترسه. نه ترس مردم منم قبول دارم به قول شما وجود داره و بعد احترام گذاشت به کسی که به هر دلیلی دوست نداره سگ نزدیکش باشه، اما دارم میگم این که حکومت با این استدلال که مردم میترسن داره داشتن سگ رو ممنوع میکنه، آیا این دلیل اصلی میتونه باشه یا فکر میکنید دلیل دیگری هم هست؟ دلیل نیستش، این همون افکار پوسیده و نخنماییه که از سابق با ما اومده تا الان هم ادامه داره. این نجاست سگا، خب ما هم خون بدنمون نجسته،
خب بس ما هم یعنی نجس باشیم. اینا یه افکاریه که از قدیم اومده. الان ممنوعیتی شما وقتی یه قانونی رو اجرا می‌کنی باید راهکار اون قانون هم داشته باشین. الان من سگم باید چه جوری ببرم یه درمونگاه؟ باید تو جیبم بذارمش؟ نمی‌دونم تو کجا قایمش کنم؟ خب سگ قانون داره. اگه توی باکس باشه، اگه سگ که میاد حتی تو خارج از کشورم الان سگا با قلاده میان بیرون. این قانونه. برای حتی برای خود سگم خوبه. حتی به خاطر نگهداری آرامش سگم بهتره. ما الان اومدن یه قانونی گذاشتن خیلی سفت و سخت میام بگیرن، یه مدت میام بگیرن، آی بگیر و ببر. خب این سگا چه اتفاقی واسهشون میفته؟ میریزه رو پر، میریزه رو سر پناهگاهی مثل ما. اشاره کرد پناهگاه ما، یکم بیشتر توضیح بدید که این پناهگاه دقیقاً اولا که چقدر حمایت ازشون میشه با توجه به اینکه به حال حکومت چندان با سگ میونه خوبی نداره، از لحاظ مالی مثلا به حال چطور تونستن اصلا سر پا بمونن و چقدر واقعا وجودشون در شرایط فعلی برای به حال حیوانای مثل سگا ضروری لازمه؟ واقعا ضروریه. ما حمایتی از طرف دولت نمیشیم، یعنی سنگ اندازی میشه که حمایتی نمیشه. هیچ کدوم از پناهگاهی که الان طرف سفر ایران دارن کار میکنن هیچ کدومشون نمیتونن بیان اعلام کنن ما قرونی حمایت مالی میشیم. هیچ حمایتی هیچ پناهگاهی نمیشه. مثلا خیلی از شهرداری ها میان پناهگاه رو مجرم، یعنی مجبور به این کار میکنن آقا شما بیان سگ یه منطقه‌ای رو جمع کنید. یه پناهگاه یه گنجایشی داره، ما سر تا سر ایران پناهگاه نیستش که ما میایم آقا 2000 متر جا در نظر میگیریم، 2000 متر نهایت گنجایش 200 تا سگو داره. و چه جور خدماتی، چه جور سرویسایی برای سگا اونجا فراهم میشه؟ بیشتر چه جور سگایی اصلا اونجا آورده میشن و نهایتا بگید که مهمترین کاری که اونجا برای سگ انجام میشه چیه به نظر شما؟ بیشتر سگایی که الان تو پناهگاه ازشون یعنی نگهداری میشه سگای آسیب دیده، حالا تصادف خیابونی بوده توسط شهرداری یا جای دیگه بهشون تیری زده شده، آسیب دیده هستن، بد سرپرست هستن، این سگا میان عقیم میشن تو پناهگاه، اونجا نگهداری میشن. اگه شرایط واگذاری داشته باشن یا مردم خیلی، من ازشون اینو میخوام به جایی که برن توی خلیج فارس یا توی پچابا دنبال سگ بگردن، به خدا همین سگایی که تو پناهگاه هستن شرایط واگذاری دارن، میتونن بیان تو پناهگاه این سگا رو قبول کنن. بهترین راه، به عملی ترین راهی که همین کشور ترکیه، مالزی، هند چندین ساله داره انجام میده، تو رو خدا من از مردم خواهش میکنم سگاشون رو عقیم کنن، اجازه بدن، اجازه ندن این سگا این ازدیاد جمعیت رو داشته باشن، چون شرایط نگهداری، شرایط زندگی سگ توی ایران سخته. عقیم سازی بهترین کاره. من ازشون خواهش میکنم عقیم سازی کنن سگا رو که بتونیم یه زندگی راحتری داشته باشیم، ازدیاد نسل نداشته باشن و بتونیم کنترل کنیم جمعیت اینا رو. خیلی کوتاه رضا، وقتمون خیلی کمه، زیاد با هم داریم صحبت میکنیم ولی چون صحبتاتون جالبه، خودتون تجربه به حال کار در این پناهگاه رو دارید. یه نکته دیگه هست، گفتید که مثلا تجربتون میده که گفتن اگر که سگتون رو، یعنی ماشینتون رو ببرن یا سگتون رو، شما گفتید که سویچ ماشین رو دید گفتید ماشین رو. ممکنه برای کسی که سگ نداره یه مقداری درک این شرایط سخت باشه که چون طرف از ماشینش میگذره ولی از سگش نمیگذره، اون رابطه عاطفی انسان و سگ برای خود شما تجربهش چی بوده؟ خیلی کوتاه. 100% من، یعنی من خیلی نمیدونم، شاید به کسی ها بعد، من یکی از اعضای خانوادم سگ، من الان دو تا سگ تو خونه نگه دارم، جزء اعضای خانوادم حساب میشه، من میتونم از یه آهن پارم بگذرم. من یه خاطره خیلی کوچیک بهتون میگم تمومش کنم. من تو فرودگاه امام کسی رو دیدم که خانومی از خارج با همسرشون اومده بود و سگشون آورده بودن. ماموران گمرک اونجا گرفتن گفتن نمیتونی سگو ببری، سگ میمونه اینجا، شما برین کارشو انجام بدی. خانم سگو نشست وسط سالن با سگش، گفت شوهرمو میذارم اینجا، میمونه سگمو میبرم. خب این عاطفه، نمیتونیم به یکی بگیم آقا تو یه چیزی رو دوست نداشته باش، باید احترام بذاریم به عقاید هم دیگه. من فقط آخرین خواهشم، چون زیادم خواهشم، فقط آخرین خواهشم اینه که دوستان تو رو خدا عقیم سازی رو رعایت کنید، اجازه بدین عقیم سازی بشه، حداقل تو محله های خودتون این کارو انجام بدید و اعلام کنید این سگا عقیم سازی شدن، هیچ مشکلی با کسی ندارن. خیلی ممنون از شما، مرسی رضا. با هر دو نفر، بهارک و رضا، خداحافظی میکنیم. نکات خوبی اینجا مطرح شده. چند تا توییت هم براتون دارم که بخونم. رضا نوشته با منطق ایشان موتور و ماشین هم باید ممنوع بشه، چون هم روزانه ده ها انسان بیگناه کشته و زخمی میشن، هم سالیانه هزاران نفر بر اثر آلودگی هوا جانشون رو از دست میدهن و هزاران میلیارد خسارت جانی و مالی به کشور وارد میشه. در پاسخ به اون نکته است که میگه چون بعضی از سگ میترسن اصلا سگ رو به محیط عمومی نیاریم. نفر بعدی دکتر قیاسی نوشته که من یک دامپزشک و متخصص بیماری های داخلی دام های کوچک یعنی سگ ها و گربه ها هستم، تو همین مملکت درس خوندم و در دانشگاه هم همین رو درس میدم، ولی به خاطر حمل سگ با وجود اینکه دامپزشک بودم دو بار رفتم دادگاه، اگرچه هر دو بار هم تبرئه شدم. نفر آخر مهران گفته که انسان حیوانی است که اختیار خود و بقیه حیوانات رو به دست گرفته، ما دچار خود برتربینی شده ایم. همونطور که میدونید در ایران حکومت در یک مواردی البته استفاده از سگ رو مجاز میدونه، اونم وقتی که از سگ برای انجام بعضی از کارهای خاص استفاده میشه. چند مورد رو با هم دیگه در یک آلبوم عکس میبینیم. البته اینا کارهایی که در همه جای دنیا از سگ این استفاده ها میشه. سگ زنده یاب هلال احمر زیاد استفاده میکنه، به خصوص وقتی که مثلا زلزله میاد، زیر آوار پیدا کردن افرادی که هنوز زنده هستن و نیاز به
کمک دارن بسیار کار دشواریه. بنابراین میبینید که سگ‌ها اگر نبودن شاید خیلی این کار دشوارتر بود. سگ پلیس هست برای به حال برخورد با مجرمان، سارقان و افرادی که اصولا پلیس دنبالشون هست، آموزش دیدن که چطور بدون اینکه آسیب به اون فرد برسونن متوقفش بکنن. سگ موادیاب، تشخیص مواد منفجره، باز عملا به خاطر اون شامه قوی که سگ داره میتونه به راحتی آموزش بده که چطور مواد منفجره مختلف رو پیدا بکنه. باز هم سگ موادیاب این بار در گمرک، اگر که مثلا مواد غیرقانونی، حالا از مواد مخدر گرفته تا هر نوع ماده دیگه که ورودش به کشور غیرقانونی هستش، رو میتونه به راحتی باز تشخیص بده به خاطر شامه قویش. و البته سگ راهنمای نابینایان که در خارج از ایران زیاد استفاده میشه، نمیدونم در ایران چقدر مرسوم شده، رایج هست، اگر میدونید میتونید در بحث‌های آیندهمون مطرح بکنید. ضمن اینکه خیلی از افرادی که مثلا با بیماری‌های مثل اوتیسم و اینها بیماری اوتیسم دارن، در واقع اون افراد هم سگ میتونه خیلی بهشون کمک بکنه. انواع و اقسام استفاده ها بنابراین از سگ هست، ولی به هر حال محدود فقط به کار نمیشه. غیر از این استفاده هایی که الان بهش اشاره کردیم، تحقیقات علمی معتبر هم در دنیا اثبات کرده که سگ داشتن واقعا میتونه به افراد کمک بکنه. برای سلامتی انسان مزایای زیادی داره. چند نمونه شو با هم دیگه با سری مطرح بکنیم، بعد میایم با شما رو خطوط تلفن. شما رو وادار به تحرک بیشتر میکنه، بعد سگو به هر راه ببرید، ببریدش پارک، هر روز خودتونم مجبورید بنابراین راه برید، این برای خودتون برای سلامتیتون خوبه. زمینه که حس امنیت بیشتری به شما ممکنه بده، باعث کاهش استرس میشه، احتمال افسردگی رو هم کم میکنه، باز به خاطر رابطه عاطفی قویه که شما و حیوان با هم دارید، به خصوص برای افرادی که تنها زندگی میکنن یک دوست بسیار خوب میتونه باشه. سلامت قلب رو هم افزایش میده، باز دلایل مختلفی داره، یکی شاید همون تحرک و بیرون بردن سگ باشه که حالا متاسفانه اگر این اتفاق در ایران نیفته بعد دید که چیکار میخوام بکنم با سگ. حساسیت یا آلرژی رو در کودکان کاهش میده، به خاطر اینکه سگ در واقع انواع و اقسام باکتری ها و میکروب ها رو که بیشترشون هم مفید هست و لازم هست برای دستگاه ایمنی انسان، از طبیعت، از پارک، از محیط های خارج از خونه میاره داخل خونه و از همون سنین پایین که داره دستگاه ایمنی بچه شکل میگیره، کامل میشه، با وجود به حال این میکروب ها و باکتری های مفید میتونه بهتر شکل بگیره. دوستی من داشتم که میگفت از بچگی با گربه و سگ بزرگ شده و خیلی خیلی کمتر از مایی که هر زمستون 100 بار سرما میخوره میگفت سرما میخورم. شامو قدرت چشایی قوی سگ ها میتونه به تشخیص به موقع بعضی از سرطان ها کمک بکنه. بیماری های خاصی هستش که سگ ها به خصوص اگه آموزش ببینن میتونن خیلی به موقع و زودتر از اینکه به منطقه خطرناک، مرحله خطرناکش برسه، در واقع اونها رو تشخیص بدن. بریم با هم دیگه باز تلفن داریم. پریسا از تهران و هومن هم از همین شهر تهران با ماست. پریسا، فکر میکنید که حالا در این شرایطی که الان قوانین به ضرر سگ ها هست، عملا چه مشکلات دیگری داره این ایجاد میکنه؟ مثلا بحث حیوان آزاری در ایران بسیار زیاد گزارش میشه، فیلم هاش هم در شبکه‌های اجتماعی خیلی خبرساز میشه. فکر میکنید این آیا به خاطر همین حمایت هایی نیستش که وجود نداره در عمل از سگ ها؟ اگر که قوانین مخصوص در واقع حقوق حیوانات وجود میداشت، شاید شرایط بهتری میدیدیم، یا اون مسئله فرهنگی که باید جوری دیگه باشه کنار اومد؟ سلام، خسته نباشین. عزیزم به حضورتون که من نه قوانین حمایتی دولت رو قبول دارم، یعنی چون قوانینی که اصلا ضمانت اجرایی نداره و سلیقه‌ای اجرا میشه به نظر من اصلا قابل اهمیت نیست، و اینکه اصلا دنبال دلیل برای رفتار و تصمیمات اشتباه دولت میگردم. اینها حالا یک این سگ ستیزی و سگ آزاری حالا ریشه در باورهای مذهبی میتونه داشته باشه که دولت بهش بها میده، و اینکه به نظر من اینا اهرمای فشاری هست که میخوان ذهن مردم از مسائل مهمتری منحرف کنن. در واقع همونقدر احمقانه است که تا یکی دو سال پیش به بوت ساق بلند و لاک رون ناخون خانوما گیر میدادن. ولی من خواهشم از مردم اینه، اگه اتفاق بدی برای حیوانتون بیفته، اول از همه خودتون رو مقصر بدونین، بعد دولت رو. میتونین ریسک کار رو یه مقدار کاهش بدین با مراعات خیلی از مسائل. شما حیوانتون رو بدون شناسنامه و واکسن خورده، بدون قلاده اصلا به هیچ عنوان، و تو باکس و در معرض دید قرار ندین تو ماشین، و اگه احیانا میخواین حیوانتون رو ببرین بیرون برای گردشتون، سگ حیوانی نیست که بتونین تو خونه نگهش داری. سعی کنین کامیونیتی داشته باشین، با چند نفر هماهنگ کنین، یه ساعتایی که تو تردد نیست تو پارک حیوانتون رو بیارین. یعنی الان شما جاهایی رو سراغ دارید که در واقع خود افراد اون فضا رو ایجاد کردن که در امنیت بتونن سگشون رو راه ببرن بدون اینکه نگران باشن که پلیس سگشون رو میگیره؟
نه نه، این نگرانی همیشه وجود داره. منظورم اینه که تعداد زیادی باشن برخورد انفرادی راحت‌تر میتونن برخورد داشته باشن. یعنی گروهی و جمعی مثلا برن بیرون با؟ بله، ترجیحاً همون ساعت مثلا 11 شب یک جای به خصوص. دولت اگه دغدغه این چیزا رو داشت، این تهران به این بزرگی 2 یا 3 تا فضا رو اختصاص میداد برای همین حیوانگردی. مضافاً که مثلا تعداد خیلی کمی من دیدم که سگشون رو با قلاده بیارن و اینکه مثلا کیسه پلاستیکی داشته باشن مجبور سگشون رو جمع کنن. پارکای دستشوی بزرگ برای حیوان خانگی شما نیست. یه سری مسائل باید رعایت کنید. خود مردم در واقع این فرهنگ رو شاید هنوز کاملا یاد نگرفتن و طبیعتاً اون اعتراضایی هم که شاید توسط بعضی از شهروندهای دیگه میشه رو میشه گفت که بجاست مردم هم باید رعایت بکنن. هومن از تهران، تجربه شما چیه و فکر میکنید که الان در این شرایطی که اینقدر فشار داره واقعا وارد میشه به صاحبان سگ و طبیعتاً خود سگ‌ها، راه حل چیه؟ اصلاً افراد دیگه باید از خیر سگ داشتن بگذرن اونایی که دوست دارن، یا همچنان میشه یک راههایی مثل راهی که پریزا گفت رو در پیش بگیرن که هم سگشون رو نگه دارن هم سگ آزار نبینه؟ سلام عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید، تا موقعی که ما یک قانون مدون برای نگهداری و تردد با حیوان توی ایران نداشته باشیم و هر از گاهی هم چه اتفاقاتی که تو لواسان اتفاق افتاده اتفاق بیفته، ما همیشه درگیر این قضیه خواهیم بود. ما توی در واقع مقررات دامپزشکی همه قوانین برای همه حیواناشو داریم، برای حمل و نقلشون از گاو و گوسفند و شتر گرفته تا زنبور، حتی از زنبور عسل هم قوانین حمل و نقل و تردد داره، ولی برای سگ و گربه نداریم. این خیلی عجب غریبیه. حالا صحبت از به حال یک قوانینی هستش که در واقع میخوان تصویب بکنن، چندین سالی که در رفت آمد در مجلس، اونم برای حمایت از حقوق حیوانات است. اما این که مثلا جلوی حضور حیوانات در محیط‌های عمومی به خصوص سگ رو با توجه به اینکه نیاز داره واقعا به پیاده روی و حرکت و تحرک میگیرن، خود این نمیتونه مصداق حیوان آزاری باشه، اینکه نیاز اصلی سگ رو ازش بگیرن، اونم تحرک. همینطوره، دقیقاً همینطوره. تو زیاد که دوستان قبلی هم زدن من گوش کردم، همش دوستای خوبی بود. ببینید، تو خودتون تو اروپا داره میبینید دیگه، حیوانی که تو با ماشین است نمیتونه بدون بایس حمل و نقل بشه. شما حیوانتون بدون قلاده نمیتونید بیرون ببرید، حتما باید اسمش رجیستر شده باشه، حتما باید واکسنشو خورده باشه. اگر مدفوع بکنه و مدفوعشو جمع نکنه، جریمه سنگینی به حساب حیوان میده. اینا همش هست، ولی اینجور قوانین توی ایران وجود نداره. خب اونجا رعایت میکنن، کسی هم آسیب نمیبینه و همه در صلح آسایش انسان حیوان کنار هم دیگه زندگی میکنن. این که شما نگهداری از حیوان خانگی، اونم سگ رو که من فکر میکنم الان بالای 1 میلیون قلد سگ تو ایران وجود داره، اینو میخوان چیکار بکنن؟ 1 میلیون موجود زنده رو و چه راهکاری رو براش دارن؟ اینا رو بدید بیرون. توی طرح قبلی که ما تو مجلس هم رفتیم، تا پژوهشکده مجلس هم رفتیم، اونجا درست هم گذاشتیم، اون طرح رو از مجلس بیرون آوردیم که برای رأی‌گیری نره. به خاطر اینکه همین که عرض کردم خدمتتون، موقعی که ما قانون نداشته باشیم برای حمل و نقل حیوانات و تردد با حیوانات، همیشه درگیر این قضیه هر از چندگاهی خواهیم بود با این اتفاقاتی که مثلا تو لباسون افتاده. خیلی ممنون از شما، مرسی. با هر دو نفر خداحافظی بکنم. اون راه حلی که پریسا داشت میگفت، مثلا پارکایی رو در هر منطقه در نظر بگیرن فقط برای کسایی که دوست دارن با سگ برن، یا افرادی که دوست دارن خودشون سگ ندارن ولی دوست دارن سگو ببینن یا نوازش بکنن، اونا میتونن حضور داشته باشن اونجا. نفر اول در توییتر نوشته بهتره اون صاحب سگ رو که موجب آسیب به دیگران شده رو ملزم به پرداخت جریمه کنن و بس. انسان و سگ سابقه همزیستی از روز ازل و اصحاب کهف دارن، با نابودی سگ‌ها اکوسیستم و انسان‌های دوچار مشکل خواهند شد. نفر دوم سعید گفته که سگ به هیچ وجه نجس نیست، نجس کسانی هستند که حیوان آزاری میکنند و قوانین ضد حیوانات میذارن. بریم، بازم وقت هست دو تا تلفن دیگه بگیریم. رضا رو از تهران داریم و بعدم با فریبار صحبت میکنیم که از کرج با ماست. رضا، به نظر شما در شرط فعلی این ضعف قانونی که بیننده‌مون هم تا اینجا اشاره کردن چه مشکلاتی برای سگ و صاحبان سگ در ایران ایجاد کرده؟ وقتتون بخیر باشه. مرسی، بفرمایید. ببینید، الان این دلیلی که اعلام کردن واسه این طرح رو، طرح جمع‌آوری رو، فوبیا گذاشتن. فوبیا نه تنها توی ایران که همه جای دنیا هستش نسبت به یک سری حیوان‌های خاصی. اینا حالا دلایل متنوع میتونه داشته باشه. یه بچه کوچیک وقتی مادرش از یک سگ بترسه، توی اون پیشزمینش میمونه، امکان داره بزرگ شه بترسه، اصلا نتونه به سگی نزدیک بشه. همه جای دنیا دنبال درمان این بیماری هستن، اما تا متاسفانه تو ایران اینجور اتفاقها رو یه جوری برای خودشون میکنن به قول بازاریا دخون.
طرحشون چیه و برخورد قاطعشون. من خودم یکی از قربانیای همین طرحشون هستم، اتومبیل رو متوقف میکنن، پارکینگ میبرن، جریمه میکنن، تعهد میگیرن. برخورد جدیشون اینه. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما. رضا فریبرز، اشاره شد به اینکه به هر حال قوانین میتونه راهگشا باشه. مثلا آیا واقعا اینطور هست که اگر شما به عنوان صاحب سگ بدونید که سگتون اگر خشونت به خرج بده و مثلا به فردی، به انسانی، به کودکی حمله بکنه، خود شما هستید که مسئول نهایی بودید، این میتونه در واقع به نوعی مسئولیت پذیری رو هم در صاحبان سگ افزایش بده؟ این واقعا میتونه راه حل باشه که قوانین بیان دقیق و ظریف رو مسائل مختلف وارد بشن و نظر بدن؟ ببین، وقتی که تونستن در دنیا این کار رو انجام بدن، قطعا تو ایران هم میشه، به شرطی که خواستش وجود داشته باشه. اون خواست چرا وجود نداره؟ سوال ما همینه. ببینید، موضوع اینه. ببینید، من خودم بچه شهرستانم، من بچه‌ای دارم که در واقع کلاس 3 و 4 امه. رفتار اینو با سگ میبینم، با رفتار بچگی خودم با سگ مقایسه میکنم، احساس میکنم بچه‌هایی که توی شهر بزرگ میشن، شهرهای بزرگتر بزرگ میشن، رفتارشون با حیوانا مخصوصا سگ مهربون‌تره تا ماها که خودمون با سگ توی زندگی عمومیمون استفاده میکردیم ازش به عنوان یک سرباز، به عنوان یک وسیله. خب من فکر میکنم علت این که این موضوع قانون نمیشه، هنوز این نگاه سگ نجسه وجود داره و چون که در واقع طبقه حاکم ما کلن مجموعاً اینجوریه که کمتر از طبقه شهری هستن، هم طبقه های من هستن، همه بیشتر افرادی هستن که جوری به اون افرادی که با حیوانا خیلی رابطه خوبی ندارن هستن، از قضا باهاشون هم زندگی میکنن. فکر میکنم که این نگاه وجود داره. مثلا من خودم از بچگی تو نوجوانی و جوانی وقتی نگاه میکردم مثلا تو بچه شهری، یه پسر شهری ماشین سگو تو ماشینش میذاشت، میگفتم اه آدم سگ تو ماشینش میذاره آخه. ولی الان مثلا من همسایه‌ای داریم که سگ داره، من میام تو در پارکینگ که باز میکنم، سگه میپره میاد میشینه، میاد من در رو براش باز میکنم، مثلا از روی پای من رد میشه بیرون، صندلی جلو میشینه تا توی پارکینگ میاد و براش هم قابل قبول هست. خیلی ممنون از شما، مرسی. همین در واقع در معرض دید باشه سگ و افراد عادت بکنن به حضور سگ و مزایاشو بدونم، شاید در این نگاه تغییر نگاه تاثیر داشته باشه. نگار نوشته عادت شده به جای حل مسئله صورت مسئله رو پاک میکنیم. دنیل هم نوشته که هیچ کس نباید در ارائه نظرش از لفظ همه استفاده بکنه، همه اینجوران، همه اونجوران. من خودم سگ دارم ولی دلیل نمیشه که تو خیابون باهاش شو بذارم. ادامه داره نظرش، بیشترشو بعدن خودتون بخونید. احمد رضا نوشته در حالی که تمام دنیا رو ایران زوم کردن، این مسائل واقعا بیجا آزاردهنده است، بعد به فکر معیشت مردم بود. اشجع نوشته که ممنوعیت برای سگ‌های شکاری و گرگی کار درستیه، ولی کسی از سگ‌های کوچولو پشمالو نمیترسه. البته این کار هم یه دستاویزه برای مخالفت با نگهداری سگ. زمینه که سگ‌های بزرگ هم اگر درست تربیت شده باشن، هیچ خشونتی لزوما بیشتر از سگ کوچیک ندارن و اون خشونت یک بحث دیگری است که به تربیت سگ مربوط میشه. یک کاربرم اینو بخونم، آرمین نوشته که دو سگ از بیشوری صاحبین بچه رو گاز گرفتن و سگ گردانی ممنوع شد، مثل اینکه با زیر گرفتن کودک توسط یک ماشین ممنوع بشه. به پایان بحث میرسیم. @bbc شما شناسه توییتری ماست. اگر هنوز نکته مونده که تو این بحث بشه اشاره نکردیم، اونجا جای خوبه که با دیگران مطرح بکنید. خوب و خوش باشید، تا هفته دیگه.